با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، پژوهشگر و نویسنده طب آرمیکا. در این برنامه به خواص شگفت‌انگیز آب آلوورا میپردازیم. امیدوارم مورد پسند دوستان عزیز قرار گیرد. گیاه آلوورا یکی از گیاهان پرخاصیت محسوب می شود. آب آلوورا که امروزه نوشیدنی های مختلفی با آن تهیه می شود، سرشار از خاصیت است. از آنجایی که بیشتر خواص گیاه آلوورا در برگ‌های آن ذخیره شده است، لذا برای تهیه آب آلوورا از برگ‌های آن استفاده می‌گردد. از مفیدترین و مهمترین موادی که در برگ‌های این گیاه وجود دارد، ساپونین، ویتامین C، ویتامین B و ویتامین E، همچنین آمینو اسید، آنزیم ها، بتا کاروتن و دیگر مواد معدنی می باشد. در واقع گیاه آلوورا یا شبیار یا صبر زرد یک گونه خاص و آبدار از دست گیاهان از جنس آلوه است. این گیاه در مناطقی که دارای آب و هوای گرم سیری هستند به خوبی رشد می کنند. گیاه آلوورا از دست گیاهانی است که از قدیم الایام جزء گیاهان دارویی محسوب می شد و خاصیت های بیشماری دارد. این گیاه جزء گیاهان آبدار است. از ویژگی های گیاهان آبدار این است که با ذخیره آب در برگ های گوشتی و ساقه های خود سبب تطبیق خود با آب و هوای گرم و خشک می شوند. این ویژگی سبب می شود که این گیاهان بتوانند گرما و کم آبی های طولانی را تحمل نمایند. این گیاه که یک گیاه بومی آفریقای جنوبی است، دارای برگ های نیزه‌ای کلفت است که این برگ ها گوشتی و دارای لبه های دندانه دار هستند. برگ های این گیاه به رنگ سبز یا خاکستری می باشند. برگ‌های این گیاه از پرخاصیت‌ترین بخش‌های این گیاه محسوب می‌شوند، به طوری که بیشترین مواد فعال در برگ‌های این گیاه هستند. این مسئله سبب شده که برای تهیه آب و آلوورا برگ‌های آن گیاه برداشت شود. آب آلوورا از برگ آلوورا تهیه می‌شود. این آب یک مایع غلیظ و چسبناک است که آن را از مغز برگ این گیاه تهیه می کنند. در برگ آلوورا مایه ژل مانند زرد رنگی وجود دارد که معجزه می کند. این ژل خواص فراوانی دارد و برای درمان امراض مختلفی همچون آفتاب سوختگی و جوش و گزیدگی و بریدگی بسیار مفید است. نوشیدنی آلوورا که به صورت آب میوه یا شربت تهیه می شود، خواص فراوانی برای سلامتی بدن دارد. در واقع آب آلوورا برخلاف عصاره آلوورا تهیه می شود. برای تهیه عصاره آلوورا به کمک چاقو پوست برگ آن برداشته می شود و فقط از ژل داخل برگ استفاده می شود. ولی برای تهیه آب آلوورا از کل برگ استفاده می شود و به کمک خرد کردن و سنگ زنی و له کردن و ترکیب کل برگ تهیه می گردد. پس از این مرحله باید تمیز کردن و صاف کردن مایع انجام شود که این کار به کمک چندین مرحله فیلتر نمودن صورت می گیرد. آب آلوورا برعکس گیاهش دارای عطر و طعم و بوی ملایم است. از این رو به راحتی می توان از آن در مکمل های غذایی رژیمی استفاده نمود. آب یا همان نوشیدنی آلوورا بیش از 20 ویتامین و مواد معدنی دارد که برای بدن بسیار مفید است. از خاصیت نوشیدنی آلوورا کمک به دستگاه گوارش است. این نوشیدنی به تنظیم حرکت روده ها کمک کرده و همچنین باعث تسکین زخم معده می شود. معده به راحتی این آب را هضم می کند، به این دلیل سبب پاک کردن دستگاه گوارش می گردد.
از آنجایی که این گیاه سرشار از مواد مغذی و ویتامین ها و همچنین املاح معدنی است، لذا آب آلوورا نیز تأثیرات شگفت انگیزی بر روی سیستم ایمنی بدن و سرماخوردگی دارد و به دلیل اینکه این گیاه حاوی آنتی اکسیدان های قوی است، بدن را در برابر بیماری ها ایمن نگه می دارد. همچنین مصرف مداوم آب آلوورا سبب بهبود سلامتی سلول ها می شود که این کار موجب قوی تر شدن سیستم ایمنی می شود. از دیگر شگفتی های این نوشیدنی معجزه‌گر و آب آلوورا محافظت از قلب و عروق می باشد. این ماده شگفت انگیز باعث بهبود دیواره شریانی، باز کردن مویرک ها، افزایش گردش خون و جلوگیری از لخته شدن خون می شود. همچنین مصرف این نوشیدنی باعث کاهش کلسترول خون و فشار خون می شود که این خود سبب جلوگیری از بروز بیماری های قلبی است. کنترل سطح قند خون، آبرسانی بدن، بهبود سلامت پوست، بهبود بهداشت دهان و دندان، بهبود سلامت موها، کاهش التهاب، درمان سوزش سردل، فراهم کردن اسیدامینه ضروری بدن، مبارزه با سرطان، کاهش وزن، تعادل مشکلات هورمونی، خارج کردن سموم از بدن، تقویت عملکرد کبد، افزایش سطح انرژی و درمان یبوست از خواص شگفت‌انگیز دیگر این نوشیدنی طبیعی است. این گیاه در کنار فوایدی که دارد، در برخی مواقع مضراتی نیز دارد. از مضرات آلوورا می توان به موارد زیر اشاره نمود. ژل آلوورا برای استعمال خارجی مناسب است، ولی در برخی مواقع سبب واکنش آلرژیک می شود. این ژل برای درمان زخمای عمیق مناسب نیست و شیره آن نیز سبب گرفتگی یا اسهال روده‌ای می شود. از دیگر مضرات آلوورا این است که مصرف آن برای زنان باردار و شیرده مناسب نمی باشد، چرا که سبب انقباض‌های رحمی و سکت جنین می گردد. از دیگر مضرات آلوورا این است که امکان دارد سبب تشدید کلیت یا سندروم روده تحریک پذیر و بواسیر و زخما شود. مصرف طولانی شیره این گیاه نیز سبب کمبود پتاسیم می شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نباید ماده ژلاتینی این گیاه را روی پوست استفاده کرد، چرا که این ماده دارای برخی مواد شیمیایی است که سبب ایجاد حساسیت پوستی می شود. از نظر آنان آلوورایی مفید است که در کارخانه فراوری شده و این مواد شیمیایی از آن حذف شده باشند. همچنین لازم به ذکر است که بدانید در سالهای اخیر آژانس ایمنی مواد غذایی اروپا در زمان مصرف این گیاه تاکید کرده که نباید شیره تلخ زردرنگ اولیه در زمان جدا کردن برگ استفاده شود و فقط باید ژل شفاف مرکز برگ را استفاده نمود، چرا که امکان دارد ژل زردرنگ سمی باشد و سبب ایجاد حساسیت شود. به پایان این برنامه از طب آرمیکا رسیدیم. به امید زندگی برتر و بهتر برای همه دوستان عزیز.